حذف اطلاعات تکراری. همونطور که در این کاربرگ ملاحظه می کنید، آقای مهندس محمد محمدی نامشون سه بار تکرار شده، بار دوم و بار سوم. چطور میتونیم در یک جدول اطلاعات تکراری رو حذف کنیم؟ برای انجام این کار، اگر جدول یا محدوده یا دیتا سل شما دارای بیش از یک ستون باشه، کل اون محدوده رو انتخاب کنید. من این کار رو اینجا برای این محدوده تک ستونه انجام میدم. اشارهگر موس رو بر روی سربرگ دیتا کلیک چپ میکنیم، در گروه دیتا تولز، دیتا به معنای اطلاعات، تولز به معنای ابزارها، اشارهگر موس رو بر روی ریموو دیوپلیکیت قرار میدیم. همونطور که ملاحظه میکنید یک تول تیپ ظاهر میشه، ریموو به معنای حذف کردن، دیوپلیکیت تکراری، دلیت دیوپلیکیت راوز فرام ا شیت. میگه با استفاده از ریموو دیوپلیکیت میتونید سطرهای تکراری رو در یک شیت از اکسل حذف کنید. بر روی ریموو دیوپلیکیت کلیک چپ میکنیم، دیالوگ باکس ریموو دیوپلیکیت ظاهر میشه. اینجا ملاحظه کنید یک گزینه وجود داره به نام مای دیتا هاز هدر، میگین اطلاعات ما هدر داره. اگر این گزینه رو فعال کنید، مشاهده کنید که در محدوده انتخابی قسمت هدر حذف شده. ملاحظه کنید من اینجا این تیک رو برمیدارم، محدوده انتخابی الان قسمت سبز رنگ که الان من اون رو مشخص میکنم این گونه است. اگر این تیک رو بزنیم، محدوده انتخابی رو دقت کنید، اومده از سلول مهندس محمد محمدی انتخاب کرده. پس بهتره که در حالتی که محدوده ما دارای هدر هست، بیایم این تیک رو فعال کنیم، بر روی اوکی در دیالوگ باکس ریموو دیوپلیکیت کلیک چپ می‌کنیم. یک مسیج یا پیام رو به ما داد، تو دیوپلیکیت ولیوز، میگه دو داده تکراری فاوند به معنای پیدا شد، and remove، دو داده تکراری پیدا شد و حذف شد، 5 unique values remain، میگه 5 تا متغیر یا داده برای ما باقی موندن. همونطور که در قبل هم خدمتون گفتم، آقای مهندس محمد محمدی سه بار نامشون تکرار شده بود که اینجا ملاحظه میکنید 1 2، این دو تکرارهای نام آقای مهندس محمد محمدی بوده که با استفاده از فرمان remove duplicates حذف شدن. بر روی اوکی کلیک چپ میکنیم.